به نام نامی سلام، سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حال و احوال دلتون خوب باشه. شخصی به طور مرتب در کلاس درس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه شرکت میکرد و با همدرسی های خودش رفت و آمد میکرد. یه مدتی کم پیدا شد اصطلاحاً و دوستانش و امام صادق علیه السلام این بنده خدا رو کمتر می‌دیدند. امام صادق علیه السلام از دوستانش پرسیدند که فلانی کجاست؟ کمتر می‌بینیمش. دوستانش برای امام توضیح دادند که مدتی هست که فقط و فقط عبادت می‌کنه و عزلت پیشه کرده و فقط در منزل به سر می‌بره. امام صادق علیه السلام پرسیدند که پس مخارج زندگیش رو چه کسی تأمین میکنه؟ دوستانش گفتند که یکی از دوستان صمیمی او مخارج زندگیش رو بر عهده گرفته. امام صادق علیه السلام فرمودند که درجات اون شخصی که مخارج زندگی این شاگرد رو بر عهده گرفته یقیناً به مراتب بالاتر از این شخص هست که روز و شب در گوشه عزلت خودش مشغول عبادت هست. اوقاتتون خوش. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان. خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را می خواند بهترین کار، تو را می خواند بهترین کار، تو را می خواند بهترین کار. نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بهترین کار نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه برنامه بربال ملائک و قاب شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام هستید. اجازه بدید همین ابتدای برنامه سال روز شهادت جانگداز حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه رو ابتداءً محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضور شما پیروان اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اما در بخش ابتدایی برنامه همونطور که مستحضری در خصوص اون شخصی صحبت کردیم که گوشه عزلت گرفته بود و به عبادت می پرداخت روز و شب و کاری نداشت و یکی از دوستان صمیمیش مخارج زندگیش رو تأمین می کرد و امام صادق کار اون دوستش رو تحسین کردند که مخارج زندگی این بنده خدا رو تأمین کرده و گفتن که درجات اون بالاتر هست، چرا که در اسلام کار کردن و کسب حلال جایگاه ویژه‌ای داره. اینطور نیست که اگر یک شخصی شبانه روز به عبادت بنشینه و فکر معاش نباشه دارای اجر و قرب باشه. یقیناً و قطعاً و حتماً اون شخصی دارای اجر هست که هم عبادت هاشو
به جا میاره و هم به کار و کسب حلال میپردازه. نکته خیلی خوبی بود که امیدوارم از امروز خیلی بیشتر بهش توجه بکنیم. امروز هم تا از آن هنگام همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. خواهش میکنم شما هم با ما همراه باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله العلی العظیم. خیلی ممنون و متشکرم که کماکان بیننده برنامه خودتون هستید. فضای منازل شما و همچنین فضای برنامه معطر و مزین شد به آیاتی از قرآن کریم که انشاءالله یک گپ و گفت قرآنی هم در این بخش با هم دیگه خواهیم داشت. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين صدق الله العلي العظيم. آنها که کافر شدند و راه طغیان پیش گرفتند گمان نکنند مهلتی که به آنان می‌دهیم به سودشان است. ما به آنان مهلت می‌دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها عذاب خارکننده‌ای آماده شده و تدارک دیده شده است. شخصی میگه که به امام باقر علیه السلام گفتم. بله، در سال روز شهادت امام باقر علیه السلام هم هستیم. شخصی میگه که به امام باقر علیه السلام گفتم به من بگویید مرگ برای کافر بهتر است یا زندگی؟ ایشان جواب داد مرگ برای مؤمن و کافر خیر است. گفتم چرا؟ فرمود چون خداوند می‌فرماید و آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است و می‌فرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. بله، گاهی اوقات پیش میاد که فردی رو که میدونیم ظالم هست و یا شاید گناهی رو آشکارا انجام میده اما اعتراض میکنیم، در مقام اعتراض بیان میکنیم که چرا عمر طولانی خداوند بهش داده، چرا مال فراوان بهش داده. غافل از اینیم که این عمر طولانی و این مال فراوان خودش زمینه ایست برای هلاکت این انسان ها، اما ما از حکمتش غافلیم. پس بهتره قبل از این که اظهار نظر و قضاوت بکنیم توجه داشته باشیم به حکمت و سنت خداوند متعال. بینندگان عزیز، ضمن این که آرزو میکنم هممون ثابت قدم باشیم، میخوام خواهش بکنم تا انتهای این قسمت از برنامه هم همراه ما باشیم. بله بینندگان عزیز، در خصوص کسب و کار حلال صحبت می‌کردیم و دیدگاه اسلام رو در این خصوص بررسی می‌کردیم. ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین گاهی اوقات کارشون اونقدر شدت و حدت پیدا می‌کرد که صدای نفس نفس زدن‌هاشون و عرق ریختن‌هاشون کاملاً محسوس بوده و راویان مختلف از ائمه مختلف نقل کردند و روایت کردند به نوعی که ما مثلا امام صادق و یا امیر المؤمنین سلام الله علیه ما رو دیدیم در حالی که به شدت عرق می‌ریختند. و جالب اینجاست وقتی که از این حضرات پرسیدن که چرا کار می‌کنید، یک جوابی رو ارائه دادند
که شاید به تعبیر ما امروزی ها این باشه که چرا کار نکنم، و جوابشون این گونه بوده که پیشینیان ما همینطوری کار میکردند و به شدت عرق میریختند. پس مطمئن باشید اینکه ما بخوایم فقط و فقط عبادت بکنیم و گوشه عزلت رو انتخاب بکنیم، یقیناً کار درستی رو انجام نمیدیم، بلکه باید در اجتماع حضور پیدا کنند مسلمین، باید فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکنند. عزلت اصلاً به کار نمیاد، خصوصاً در دین مبین اسلام. پس با خیال راحت به کار و کسب حلال بپردازی، چرا که فرمود الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کوششگر جهت کسب حلال برای آسایش زن و فرزندانش یقیناً همانند مجاهدی در راه خداست. وقتتون بخیر باشه، لطفاً با ادامه برنامه همراه باشید. راه والا مقام ای پنجمین امام، از ما به محضر نورانیتون سلام سلام، ای وارث علم پیمبر و حیدر سلام، ای سلاله مکرم کوثر سلام، ای که کنیه تو ابا جعفر، خواب دیدم تو بقیعم و قبر خاکی ترو بروم، صلی الله علیک یا ایها الباقر العلوم، ایها ال حالا تو بگو روحی لک الفدا یا باقر العلوم، نفسی لک الوقا، اسمت محمده گیسوت مجعده، منکر قول تو والله مرتده سلام، ای حدیث تو زینت منبرها سلام، ای تاج سر تمام سرورها سلام، ای فدای تو تک تک نوکرها، علی پیش علی و فاطمه عشق تو داد آبروم، صلی الله علیک یا ایها الباقر العلوم، روحی لک الفدا یا باقر العلوم، نفسی لک الوقا. تا کی به پس پرده نهان چهره ماهت، عمریست که من منتظرم بر سر راهت، بر خاک نشین سر کویت نظری کن، تا آن که شوم شاد ز یک لحظه نگاهت، یک موی تو را من به دو عالم نفروشم، اسرار دل سوختم هست گواهم، دائم که گناه صد شده تا آن که ببینم یک لحظه در این کون و مکان آن رخ ماهت، والله که به زیبایی تو هیچ کسی نیست، والله که به زیبایی تو هیچ کسی نیست، یوسف ز تماشای رخت برده وجاهت، کی واهمه دارد ز مکافات قیامت، کی واهمه دارد ز مکافات قیامت، آن کس که بود در صف محشر به پناهت، آگه ز دل سوخته منتظرستی، خواهد که شود در دو جهان جزو سپاهت. انشاءالله که جزو سپاه مولامون
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. هر جای جهان هستید، به هر نحوی برنامه خودتون رو تماشا میکنید، دستانتون رو به اتفاق بنده بالا بیارید، همه با هم به نیت فرج. عرض سلام مجدد دارم حضور یکایک یک شما بینندگان و همراهان ناب برنامه بربال ملائک، که کماکان بیننده برنامه خودتون از این قاب جهانی هستید. قطعا این همراهی شما باعث قوت قلب و افتخار بنده و همکارانم خواهد بود. یک بار دیگه این مناسبت رو و سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضور شما بینندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما پنجشنبه هست و مثل همه پنجشنبه ها قرار هستش که همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای استاد رحیمیان عزیز که استفاده کنیم از محضرشون. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. اگر سلام و صحبتی هست با بینندگان عزیز بفرمایید که چرا در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج. حضور همه بینندگان عزیز و گرامیان سلام و عرض ادب دارم و روز شهادت امام باقر علیه السلام رو به خدمتشون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت هستم. سلامت باشین. بنده هم متقابلا این مناسبت رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما و انشاءالله که توفیق داشته باشیم از پیروان واقعی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، چرا که بینندگان عزیز در جریان هستند. بله. موضوع بحث در واقع برنامه های روز پنجشنبه ما در خصوص دعای شریف ندبه هست. بله. که انشاءالله این هفته هم با همین موضوع در خدمتون خواهیم بود. اگر زحمت بکشین استاد، برای بینندگانی که تازه به ما ملحق شدن. بله. و قرار هستش شاید از این قسمت به بعد بیننده برنامه بربال ملائک از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام باشن، یک توضیح مختصری در خصوص موضوع بحثمون بدین تحت عنوان مقدمه و انشاءالله بپردازیم به ادامه مبحثمون در هفته های گذشته. در خدمتون هستیم ما. خواهش میکنم. بله. عرض کنم که در این برنامه چون بحث مهدویت مطرح هست و بله. معرفت افزایی نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در راستا و در پرتو دعای شریف ندبه. بله. ما بحث مهدویت رو آغاز کردیم. به حمدالله به لطف مولا امام زمان علیه السلام هم خوب پیش رفت و خوب هم استقبال شده از این برنامه، به لحاظ اینکه در محضر امام صادق علیه السلام هستیم و با بیان زیبا و شیوای اون حضرت با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دوران غیبت و انتظار ما آشنا میشیم و در فرازی که هستیم به فرازی رسیدیم که فضائل و مناقب و در واقع امتیازات و ویژگی های منحصر به فرد امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان نخستین وصی و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان میکنن، به خاطر اینکه در بحث مهدویت و معرفت به امام زمان علیه السلام یک پیش نیاز حقیقی بله. ضروری است و اون شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله، شناخت خدای متعال و حکمت برنامه‌های پروردگار متعال و شناختی اجمالی از پیامبران پیشین الهی و چگونگی رفتار و رسالت اونها نسبت به اون مأموریت الهی که داشتن. اگر اینها پیش نیاز معرفت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هن، طبق همین دعا و روایات فراوان دیگر، یک منتظر اگر اینها رو واقعا نشناسد بله. یا شناختش در این زمینه ها اندک باشد و کافی نباشد،
طبیعتاً در شناخت امام زمان علیه السلام هم این کوتاه خواهد آمد و اون حد اعلای شناخت و طبق ظرفیت خودش نخواهد شناخت. یکی از محاسن برنامه های روزهای پنجشنبه ما استاد بله. این هستش که دعا رو اتصال دادیم به بعد شناختی و عملی، درسته، و این رو وارد بعد عمل کردیم و همچنین بعد شناخت و اتصال دعای شریف ندبه بله، بله. به خطبه قدیر محسوس هست بله. در برنامه روزهای پنجشنبه که حالا این رو مطرح کردم به خاطر اینکه بینندگانی که همراه ما بودند هدف برنامه روزهای پنجشنبه رو نمیدونستن الان مطلع بشن و همچنین دوستانی که همراه شدند از این قسمت از امروز با برنامه خودشون در جریان باشن بله. و به تعبیری دیگه سخن روز هستی که بله. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است بله. ما در محضر امام زمان علیه السلام هستیم و حضرتشون عنایت ویژه‌ای به همه انسان‌ها به خصوص به دوستداران خودشون که ارتباط قلبی و روحی با حضرتشون دارن حضرتشون عنایات ویژه‌ای هم دارن، اما این که هست ما معرفتمون رو ببریم بالا و با معرفت افزایی بتونیم بیشتر در خدمت امام زمانمون باشیم که به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام قو علی خدمتک جوارحی، یعنی این نیروهی هم که از جانب خدای متعال برای ما ارزانی داشته و از زیر دست با کفایت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف برای همه ماها رقم خورده در خدمت مولایمون باشیم که سعادت دنیا و آخرتمون و دین و دنیامون در گروه همین هست بله. فراز منحصر به فردی که در این دعای شریف برای امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنه امام صادق علیه السلام این فرازی که میفرماید و زوجه ابنته سیدت نساء العالمین، از بین همه اون افرادی که پیرامون رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اذن خدای متعال اینم همیشه داشته باشیم که تمام رفتار و گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال بوده، ان هو الا وحی یوحا، قرآن کریم فرماده و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحیون یوها، سوره مبارکه نجم بله. احسنتم، این پیامبر رحمت از خودش هیچ گویشی ندارد، آنچه که میگوید این از جانب خدای متعال هست که ما در تقسیم بندی سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله دانشمندان به تبع اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که دو بخشش میکنن، یه بخش کلام وحیانی و یک بخش کلام وحی، وحی خود قرآنه و وحیانی همون سنت و کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله در موارد دیگری که در تفسیر و توضیح قرآن کریم آیات این کتاب آسمانی و این معجزه جاودان هست که بیان می‌فرمایند به هر روی همه اینها از جانب خدای متعال است. اینجا امام صادق هستن فرماید این امتیاز رو رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از آنی که به عنوان این که فرمود من و علی از یک شجره واحد هستیم، بعد از آنی که جایگاه او رو جایگاه جناب هارون نسبت به موسی علی نبینا و علی علیه السلام قرار داد، الان نوبت اینجاست که اونجا البته برادری بود دیگه، چون همون برادری نسبی که بین این دو پیامبر بود در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواد همین برادری رو به صورت برادری دینی و اون جایگاه اخوت هم برای امیر مؤمنان علی علیه السلام تعریف کنه به اذن خدای متعال که همیشه برادر پشت و پناه برادر هست بله درسته، و همونطوری که جناب هارون هم همونطور در شرکت در رسالت جناب موسی
علیهم السلام داشتن، همینطور در رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر مومنین السلام یک شرکت کامل و تام داشتن، که عرض کردیم تو یه برنامه قبل که اونجا همون در لحظه های آغازین نزول وحی الهی به رسول خدا صلی الله علیه و آله در غار حرا، امیر مومنین علی علیه السلام در کنارشون بودن که حضرت فرمود اون چه که من میشنوم شما هم میشنوی، اون چه که من میبینم و شما هم میبینی جز آن که من پیامبرم و شما وصی هستید و خلیفه و جانشین من هستید. اگر اجازه بدین استاد یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون. خواهش میکنم. خیلی ممنونم که بیننده برنامه خودتون هستید. بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهیم. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم که بیننده برنامه خودتون هستید، چشم دوختید به این قاب جهانی. بدون اتلاف وقت همراه میشم با جناب استاد رحیمیان عزیز، استفاده کنیم از بیاناتشون. برای دوستانی که تازه ملحق شدن به برنامه خودشون، برنامه بربال ملائک در خصوص معارف و مفاهیم دعای شریف ندبه با هم صحبت میکنیم. دغدغه همه ماست امروزه ظهور صاحبمون، مولامون، سرورمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و شریف، و چه بحثی مهمتر و داغتر از آمادگی برای ظهور اون حضرتی که به خاطر ماها خیلی اوقات خون دل میخورن، دلشون رنجیده میشه، اما باز هم به طبق قول شریف خودشون دعا کردن برای زندگی ما رو فراموش نمی کنن. صحبت بنده نیست، صحبت شریف خود حضرت هستش. اگر لحظه ای نگاهشون رو بردارن، زندگی هامون نابود خواهد شد و از هم قطعا پاشیده میشه. اما بریم سراغ بحثمون، برمیگردیم خدمت جناب استاد رحیمیان، لذت ببریم از بحثی که پیش گرفتن. استاد در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. اینجا بحث ازدواج هست بین دو تا نور، یعنی نور رسالت و نور امامت. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین علی علیه السلام که به اذن خدا و اولین بار که اولین بار در اعلی علیین و در حضور فرشتگان مقرب الهی در ملکوت اعلی این شکل گرفت، بعد در زمین به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمع همه یارانشون و امتی که حاضر بودن حضرتشون اعلام فرمودن که با گزارش ها هم برای ما این رسیده. بله. اون چه که اینجا یک مهم است این که فرزندشون یعنی دخت گرامیشون رو رسول خدا صلی الله علیه و آله، که خب جایگاه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها یک بحث مفصلی رو میطلبه که ما فقط اشاره میکنیم به چقدر در نزد خدای متعال به عنوان حبیبت، حبیبه الهی بودن و چه جایگاه ویژه در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشتن که عزیزشون بودن، و این رو تنها فرزند دخترشون رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام با این ویژگی هم می‌فرماید سیدت و نساء العالمین، سرور بانوان جهانیان. خیلی قابل دقت است، چون بحث درباره امام زمان است، یک بحث جهانی است، امام زمان هست، همه اقصا نقاط جهانی که ما درش زندگی میکنیم در اصطلاح فرا میگیرد. اینجاست که با این لقب که مورد اتفاق شیعه و سنی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله، بازم عرض کردم به اذن خدای متعال
به تنها دختر عزیزشون این لقب رو دادن که به عنوان سرور بانوان جهانیان. خب یه روایت اینجا از امام صادق علیه السلام بنده عرض میکنم که در این جایگاه که این دو نور که به تعبیر قرآن مرج البحرین یلتقیان، یعنی دو دریای رسالت و امامت در واقع کنار هم قرار گرفتن و زیر یک سقف قرار گرفتن، که ثمره این ازدواج مبارک همون یکیش امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف است و بس. یعنی اگر این ازدواج مبارک خجسته نبود، الان ما همچو شخصیتی به نام امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف نداشتیم. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید بنابر نقل مفضل میفرماید لولا ان الله تعالی خلق امیر المؤمنین علیه السلام لم یکن لفاطمه کف علی ظهر الارض من آدم فما دونه. اگر خدای متعال امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نمی آفرید و خلق نمی کرد، هیچ همتایی در روی کره خاکی زمین برای حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، از حضرت آدم تا پایین تر، که این جایگاه ویژه هم حضرت زهرا سلام الله علیها رو با این جمله امام صادق علیه السلام بیان فرمودن و هم اون جایگاه ویژه امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان اولین وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و جد بزرگوار امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، که در این دعای شریف می‌خواهیم معرفتمون رو نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر کنیم به گونه‌ای که این معرفت ما رو در عرصه گرایش به امام زمان علیه السلام قرار بده و قلب ما با قلب مبارک حضرتش بتپد و در انتظار حضرتش زندگی کند و موندنش و حرکت‌های زندگی ما فقط به نام امام زمان علیه السلام رقم خورد. خب امتیاز بعدی که منحصر به فرد بود، که اجازه بدید به این هم اشاره کنم که در این دعای شریف آمده که انشاءالله بخشی از دعارم که پیش بریم، و احل له من مسجده ما حل له و سد الابواب الا بابه. یه بحثی ما در این زمینه داریم به عنوان بحث سد ابواب. این بحث باز هم برمیگرده از زمان حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام هست. این همون نتیجه آیه تطهیر و اسمت اهل بیت، اسمت و طهارت علیهم السلام. جالب است که یک فراز رو که تمام میکنن به عنوان که این جایگاه حضرت امیر مؤمنین السلام نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، همون جایگاه حضرت موسی و هارون علیهم السلام رو بیان میکنن، یک فراز اینجا فاصله میگیرن. این فراز، فراز ازدواج مبارک این دو شخصیت رو بیان میکنن. بعد از این بیان باز میگردن به همون آیه تطهیری که درباره همه اسمت اهل بیت، اسمت و طهارت علیهم السلام نازل شده. یعنی هم حضرت زهرا سلام الله علیها بودن و هم امیر مؤمنان علی علیه السلام و حسنین علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله، که خمسه طیبه در زمان نزول این آیه مبارک، یک بحثشو بیشتر عرض کردیم، حضور داشتن و به تبع نسل این بزرگواران هم که بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام نسلی که امام هستن، اینا هم جزء معصومین هستن. اینجا عملا عرض کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله چون اصل برنامه معرفی اهل بیت، اسمت و طهارت علیهم السلام رو خود خدای متعال چیده، پیامبر جز به عنوان مبلغ در اینجا نقشی ندارد، که فرماید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، تا اتمام حجت بشه برنامه پیامبر و برنامه رسول فقط همون
به صورت رسا یک امر الهی رو به مردم رسوندنه. به تعبیر دیگر قرآن انا هدینا و سبیل اما شاکرن، اینجا نقش انسان رو بیان میکنه. ما اون رسالتمون رو، اون راهی رو که به وسیله پیامبران از طرف خدای متعال هست برای انسانها رسوندیم. این انسانها هستن که باید انتخاب کنم، همونطوری که در زندگی خودشون نسبت به امور مادی و معنویشون مسیرشون رو انتخاب میکنن. و انسان به تعبیر دانشمندان امروزی در لحظه لحظه زندگیشون در حال انتخاب هستن. از کوچکترین مورد زندگیشون فرض فرمایید یه وسیله‌ای رو میخوام بخرن، خب میره تو اون فروشگاه قرار میگیره، 10 مدل از اون وسیله اونجا هست. همه 10 مدل که نمیگه، یه مدل میخواد بگیره، بین اینها انتخاب میکنه. پس این انتخاب تنیده تو زندگی انسان و جزء سرشت انسانه. چرا برای اینکه بخواهد یک مسیر معنوی قرار بگیره نباید این انتخابو در زندگیش لحاظ کنه، بلکه نادیده بگیره؟ که اکثریت البته انتخاب درونیشون هست، چون انسان نمیتونه بدون انتخاب اصلا زندگی کنه. یا در امور معنویشون مسیر حق رو انتخاب کرده یا مسیر باطل رو، از این دو حال خارج نیست. و این مشخص میشه از اون اعمال و رفتاری که تراوش میکنه از این انتخاب این انسان، که به تعبیر میگن از کوزه برون تراود هرچه دروست. اگر در یک کوزه عسل مصفای شیرینی بریزن همون عسل تراوش میشه، اگر یک آب زهرآلودی هم بریزن همون تراوش میشه. بنابراین انتخاب صورت میگیره. اما اینجا بحث مسجد که اینجا سد ابواب هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت عملی جایگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو و حضرت زهرا سلام الله علیها رو و اهل بیت رو به تعبیری بیان می‌فرمودند که اصحاب وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه بودن و مسجدی رو بنا کردن، اصحاب از خونه‌های خودشون یه دری رو به طرف مسجد باز کردن. بله. که هم میومدن از همون در وارد مسجد می‌شدن، یه در عمومی هم این مسجد داشت که اونجا هم کسای دیگه که اونجا همسایه نبودن دورا بود، کسای دیگه هم از اون در وارد مسجد می شدن. خب اینو روزهای اول رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ منعی رو نسبت به این اعلام نفرمودن. همه اصحاب، امیر مؤمنان علی علیه السلام، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به اون مسجدی که در اونجا برنامه های دینی و اسلامی رو اجرا می کردن، هر کسی یکی از صحابه دری داشت به مسجد، تا متوجه می شد که مسجد برنامه هست از اون در ورودی اصلش نمی اومد، از همون دری که به خونه او متصل بود وارد مسجد می شد. حالا شما اینو تصورش بکنید، یک لحظه از طرف خدای متعال فرمان برسه که همه این درها باید بسته بشه، همه این درها جز یک در، و اون در خانه امیر مؤمنین علی علیه السلام. چرا؟ این داستان خیلی جالبه. روایت ما به ما فرماید، روایت از امیر مؤمنین علی علیه السلام به نظرم میرسه که خود موسی که آقا رسول الله میفرماین، گزارشگر اصلیش امیر مؤمنین علی علیه السلامه، اما بیان کننده این سخن آقا رسول الله هستن. فرماید ان موسی سأل ربه ان یطهر مسجده به هارون. ظاهرا همین شکل از بنای مسجد و این گونه درهایی که باز میشد به مسجد در زمان حضرت موسی علیه السلام هم بود. طبیعتا افرادی میمدن که اینا معصوم نبودن، خب اسمت اینها در حال ناپاکی وارد مسجد خدا میشدن، لذا اینجا حضرت موسی درخواست کرد از خدای متعال که مسجدشو از دیگران پاک کنه، فقط کسانی که پاک و مطهر هستن. و اینا آیه به تعبیر خدای متعال اینا رو تطهیر کرده اینا وارد مسجد بشن. بله.
وگرنه اونا از در اصلی مسجد که بعد از تطهیر بیان، اما برای اینها چون مطهر هستن و طاهرن نه. میفرماید این سؤال رو خدای متعال حضرت موسی از پروردگارش خواست و خدای متعال همین کار رو کرد و منم از خود پروردگارم خواستم که این مسجد رو برای من و به خاندان من پاک کنه. اینجا بود که احل له من مسجده ما حل له، آنچه که برای خودش حلال و جایز و روا بود همین رو برای امیرالمومنین السلام هم ایشون حلال و جایز کرد. و سد الابواب الا بابه، همه درها رو بس به اذن خدا جز باب امیرالمومنین علی علیه السلام، که اینم جایگاه ویژه حضرتشون رو میرسونه تا برسه به امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. و این حدیث سد ابواب رو تمام دانشمندان شیعه و سنی بحث کردن، جز بحث های امامتی و ولایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام که از این حدیث استفاده می شود. خیلی ممنونم از دوستتون استاد، خیلی زحمت کشیدین، خدا خیرتون بده. خواهش میکنم. بله، الان هم به همین شکل هست. اگر قرار هست که راهی پیدا کنیم به خداوند متعال، حتما باید از باب علی و فرزندانش علیه السلام وارد بشیم. چه می کنند اون کسانی که بهره نبردند از وجود مبارک این حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و چه دارایی دارند در دنیا و آخرت؟ واقعا که هیچ دارایی ندارند، چرا که دار و ندار ما این حضرات هستند و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومين. ممنون و متشکرم که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه باز هم دنبال کننده و همراه بنده و همکارانم بودید. امیدوارم که حاجت روا باشید و در این لحظات ملکوتی که نزدیک میشیم به اذان و قرآن و نماز و دعا، بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید. تا قسمتی دیگر از برنامه برباد ملائک، یا علی.